دوستان از درجمندم یه اولوش سه سالی است که من توی استریم هیچ آموزش فارم طلایی نگفتم و فقطم یعنی توی یوتیوب ساختم و گذاشتم ولی بالاخره دارم این کارو میکنم چون این چیز خیلی مهمه و باید سریع بهتون بگم که استفاده بکنید ازش دیگه اصلا وقت ساختش نبود پس ببخشید اگه خودم صفم خیلی کامل نیست و کوچیکم اکشن نوس وارکرافت اگر نمیدونستید در اکشن نوس جهان وارکرافت ما چند حالت داریم اینجوری که مواد مصرفی مثل مواد خام کانزومبل یعنی پوشن، فلاسک، فود تمام اینا که اینجا هستن انچنت تمام اینا رو اینا ریژن وایده شما بخواید مواد مصرفی بخرید ریژن وایده بستگی به ریژنت داره و مثلا میری هرب میگیری و شما حالا هر چی میخواد باشه پوست باشه پارچه باشه تمام اینا Wide یعنی مال اروپا با همه آمریکا با همه اوکی و دیگه ریلم نیست یعنی مهم نیست کازاکی سیلورمونی و دیگه اینجوری مثل قدیم دیگه نیستش همه جهانیه حالا که جهانیه یعنی من هر سروری سنگ بکنم خوریوم، اور بکنم هر چیزی بکنم بذارم قیمتش جهانیه و حسابی هم زود اندرکات میشه به خاطر جهانی بودن مقداری که از یه گل و یه سنگ توی اکشن اس میذارن خیلی خیلی زیاد مثلا نگاه اوبزیدیان بار 14 هزار تا توشه این 21 هزار تا توشه این باعث میشه که آجی قیمت ها زود شکسته بشه این 165 هزار تا ازش توشه حالا همینجا مخصوصا مال نسخه این 500 هزار تا ازش توشه از این متریال حالا حرف من چیه پس زود شکسته میشه ولی چه چیزایی نیست چه چیزایی نیست ما پت رو داریم پت بطل. ما ماونت رو داریم بسیار ماونت های قدرتمندی داریم قیمت هاشون رو دارید مشاهده میکنید دیگه از سیکه k چلکه پنجکه ستکه دیویسکه و به بالا ما ویپن رو داریم آرمور رو داریم و ما بگ رو داریم شما بنگ, رو... هم بچه ریجن واید نیست شما میرید توی بنگ بگ رو بررسی میکنید بگ رو وقتی هاش رو بررسی بکنید میزنید اسلات بالا هستن شما که بگ مثلا یک 500 پولشه یک 400 پولشه این سی و دوه اینقدر پولشه این همه سی و و این سی و چاره پولشه ما یه دونه بگم اینو میکریم یک دونه میخریم میخوایم یه چیزی بهتون نشون بدم و کار دارم خوب دقت بکنید اینجوری که حالا ما فرض کنید ما این بگا رو تهیه کردیم چی چیکار بکنیم من میام اینجا وای میسم و میخوام بهتون یک سایتی رو معرفی کنم که قبلا از این سایت من استفاده زیادی می کردم و این سایت هست این خوب دقت بکنید این سایت اسمش اینه و اسمش از Undermine شبیه شبیه ساز اکشن هسته و ما چیزی که خریدیم رو یه اسمش رو بررسی میکنیم اسم این چیست؟ اسم این هست Azure Wave خب ما میام توی قسمت در واقع کجا بود؟ توی قسمت کانتینر و بگ خوب گوش بدید چی که دارم بهتون میگم دقت کنید و یه سرچی میکنیم و این اومد این همین چیزی که من خریدم دقیقا همین قیمت من چون خورم تو کزک هم سرورم همینجا گذاشتم کزک خریداری کردم و قیمتش به این صورته اولی که ما یه سری تحلیل های اینا داریم که این قیمت واقعی و قیمت در قیمت یک هفته اخیر رو نشون میده این قیمت واقعیش انقدر و قیمت در واقع جهانیش انقدره و قیمت کورنت همین الانه و این قیمت دو هفته اخیره در کزک رو فقط نشون میده خلاصه که این یک اطلاعاتی رو به ما میده و تعدادش توی اروپا و همه چیزهای دیگه حالا ما میایم پایین تر میدونیم که یه سری آمارا داره کاری به این آمارا ندارم این آمارا خیلی مهمی هم هستش چیزی که خیلی مهمه رو میخوام بهتون یاد بدم بچه ها البته این آموزش رو اگر تازه اومدی و اصلا انجام نده کار نیست مغزت میگوزه میدونی چرا چون تو نمیدونی این چی هستن الان من این بگه رو گرفتم تو از کجا میدونی این بگه خوبه یا نه تو دانشت پایینه و کسی که دانشش پایینه اینو انجام نده با این سایت اینجا میتونیم بزنید کانکتد رلما هم نشون میده ولی خب ما نمیخوایم بزنیم ما میخوایم ببینیم که الان ما 1300 خریدیم توی این رلم 3K میشه فروختش توی این رلم 3500 توی این رلم 200 خوب گوش بدید هنوز زوده توی این رلم نزدیک 3K و ریلم های متنوع دیگه, دیگه وجود داره ما کازاک بودیم دیگه و چون رلمها قیمت های مختلفی داره و می‌بینید که توی بض دوپص ی 8 ص و و و جای جاهای دیگه رلم مثلا چمبر آف اسپکت رلم معروفیه یا رلمهای دیگه ای وجود داره که مثلا آزرگوس رلم معروفیه خلاصه که تو رلمای مختلفی قیمت‌های مختلفی داره حتی شده 300 تا سود بکنید مثلا شما مثلا تو یه جا خریدی یک و سی میتونی بفروشی مثلا یک 500 یا حتی یک و هیست یک و 900، 500 سوده حالا چیه داستان چیه مثال فقط بگر برای مثال خریدم ما یه چیزی داریم به اسم واربند که اومده و بانک جهانی داریم الان من این بکی که خریدم و میتونم بذارم اینجا و در کنارش یه مانت هم خریدم و این مانته این رو هم ما یه بررسی میکنیم به این صورت میریم رو قسمت مانت میریم تو قسمت مانت و من کدوم مانته خریدم این من چارده که خریدم قیمت واقعیش هم همین هلوشه و قیمت رلمیش ولی ویسکه جهانیش و حتی توی یه ماه اخیر 27 که خیلی قیمتش از کازک پس کازک ارزونه ما میتونیم ببینیم بله ما الان ما چرا خریم 14 کی اینجا تو این رم 66 کی دارن میفروشن تو این رم 42 کی 29 50 یعنی من ارزون ترین رل مو خریدم 66 کی 30 کی یعنی دو برابر سه برابر ده برابر حتی و جای 68 کی جای مختلف رل های مختلف و قیمت های مختلف که رو به بالاست ما کاری که میکنیم اینه که بسیار ساده است مثلا ما رلم مورد نظرمون اشنویل ما اشنویل رو انتخاب میکنیم یا چمبر اف اسبیکته. ما چمبر اف اسپکت رو انتخاب میکنیم و این آیتمی که خریداریم مات خریدیم به این صورت لاگ اوت میکنیم خیلی ساده کرییت کاراکتر رو میزنیم البته ما اول رلممون رو پیدا میکنیم در این سربرگ بالا رلمی که میخوایم رو انتخاب میکنیم مثال هر رلمی که بود مثال من همینجا الکی میخوام رندوم کلیک بکنم و خیلی حالا الان حضور ذهن حوصله ندارم بشینم پیدا بکنم او ولی پیداش کرد او 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 این آی یه دونه کلیک پایینی باب زدم چمبر اف اسپکت من نمیدونم هورد آلاینس واقعیتش اینو خبر ندارم ولی فرقی هم نمیکنه ما می نویسیم اه, Chamber of Aspect استاندارد و من یه دونه Alloy Race هم می سازم بیا Mark Hard که سری بیاد می‌رسم تست تست هاجی به این صورت واردش میشم یا علی مدن و از بانک واربندم استفاده میکنم و اون توی اکشن هوس میذارم میفروشم هم بگی که خریدم رو و هم مانتی که خریدم رو پس به راحتی شما میتونید فلیپ بکنید به این کار میگن فلیپ کردن یعنی شما جابجا جا میکنید توی کازا که ارزون که این آیتما مواد مصرفی نیستن فقط مخصوص که یا سیلورمون میخری قیمت پایین پایین و تو جایی که قیمتش زب در ده برابر زب در پنج برابره به همین راحتی با کمک واربند سیستم جدید بازی به همین راحتی فیلیپ میکنی اینکه چه چیزی رو بخریم اینکه چه چیز رو بخری جای سواله این نیازمند دانشه این نیازمند تجربه است و شناخت اکشن هاست یا هم سمساری بازی بعد گلدی هم که در اووردی توی سرور ما میگیم توی سرور دارغوزه ما میگیم توی این سرور دارغوز آباده میخوایم توی سرور دارغوز رو بیاریم گلدش رو توی کازا کاری نداره میتونی بریزی توی بانک واربندت گلدش رو میریزی توی بانک واربند و گلد رو به همین راحتی توی کازاک میتونی برش داری پس خیلی خیلی ساده است الان من توی چمبر آف اسپکتی رو ساختم و میتونم برم بانک واربندم برم سمت این ور و بردارم و بعد توی اکشن هوس بذارم واسه فروش و همینه همین کار شما با بی او ای میتونید بکنید یعنی به نظر من اگر بی او ای دراب کردید اول وار اول وار ویدین از میخوام بی او ای گرفتید مانت گرفتید اول وار ویدین اصلا اینا رو توی سرور ضعیف نفروشید با واربند به توی سرور بسیار قدرتمند بفروشید و گلش در بید. بله یه خورده پاپولیشن کمتره ولی نبرید سرور لو 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 نبرید سرور فول برید سرور مدیوم بفروشید که یه ق... ببین منظور همین چیه ازتون مفتی نخرن بسه نفروشید مثلا مانتی که ببین مونتی که من الان خریدم قیمتش رو 14 کی خریدم قیمت جهانیش 20 کیه تو یه سرور 80 کی میفروشه خب ما میگیم 60 کی هم نه 14 کی هم نه این 20 کی هم قیمت جهانیش هم نه ما میریم یه جا میفروشیم که قیمتش 25 کی 30 کی باشه که لاغر یه سودو بهتری بکنیم ازش پس درنتیجه شما میتونید این روش که بهتون یاد دادم رو انجام بدید اسم سایتم هست undermine exchange من این رو براتون اینجا می نویسم. هر کی که دوست داشت اینو میتونه همین الان یه اسکرین چیزی بگیره اندرماین Exchange از این استفاده بکنید و قیمت سرورها رو به همین راحتی در بیارید و امیدوارم که حسابی هم پول در بیارید و بیاین به من خوبصورت زکاتش هم دونیت کنید